سلام مهدی سادات میرترابی هستم با آموزش عملی ساخت تراریوم و دیشگاردن از مجموع آموزش های فرادرس در خدمتتون هستم این درس شامل دو فصل فصل اولش ساخت عملی تراریوم و فصل دوم ساخت عملی دیشگاردن هست اول لازمه قبل از شروع ساخت تراریوم در مورد ریوم ها بدونیم ریوم نوعی پسوند مکان هست به معنی جا و مکان توی لاتین یه فضای شیشهی هست برای نگهداری گیاهان و جانوران. در واقع ما یه نمونه برشی از زندگی گیاهان و جانوران در طبیعت رو میاریم داخل شیشه قرار میدیم. انواع ریوم ها داریم. اولین ریومی که همه باش آشنایی دارن آکواریوم هستش. در واقع محل نگهداری ماهی هاست. یعنی یک برشی از اقیانوس یا دریاچه رو ما میاییم داخل شیشه قرار میدیم که همه باش آشنا هستیم توی این درس میخوایم با تراریوم آشنا بشیم تراب در واقع ای هستش که به معنی مکان، زمین یا جا یعنی ما بخشی از خشکی رو میخوایم بیایم توی فضای ای قرار بدیم که توی تصویر هم میتونید ببینید که ما یه بخش از خشکی رو آوردیم توی شیشه قرار دادیم به جز اکواریوم و تراریوم کالوداریوم داریم کالوداریوم در واقع شبیه سازی جنگل یعنی ترکیبی از تراریوم و آکواریوم هستش که ما یه، انگار یه نیمه آکواریوم داریم یه آکواریوم نیمه پر ریپاریوم هم نوعی پالوداریوم هستش مثل کنار ساحل یا برکه ویواریوم شبیه همین دو مورد هست با این تفاوت که ما توش دوزیستان یا جانوران نیمه آبزی گیاهان نیمه آبزی رو هم داریم خب میخوایم ساخت تراریوم رو انجام بدیم اولین چیزی که مهمه ببینیم چه ابزاری نیاز داریم اولین وسیله ای که نیاز داریم ظرف ما هستش ظرف شیشه ای در ساخت تراریوم استفاده میشه میتونه ظرف پلاستیکی باشه اما نه هر نوع پلاستیکی در واقع پلاستیک فشرده انعطاف پذیر هست که میتونه به عنوان ظرف تراریوم استفاده بشه مزیتش نسبت به شیشه این هستش که نشگن هست چون از یک پلاستیک فشرده و انعطاف پذیر نشکن هست اما خب در واقع عیبی که داره اینه که دوچار خط و خش میشه هنگام کار یا با مرور زمان ممکن روش خط و خش بیفته و اون زیبایی و جلوه شیشه رو نداره بنابراین اون جایگاه اصلی کشت تراریوم یک ظرف شیشه ایه حالا بسته به اینکه شما تراریوم بسته دارید یا تراریوم نیمه باز دارید ظرفتون میتونه متفاوت باشه همچون که توی اسلاید میبینیم ما میتونیم ظرف های دربسته داشته باشیم یا دهانشون تنگه یا در پوش دارن اینا برای ساخت تراریوم های بسته هستن یه سری ظرف ها داریم که دهان باز هستن و در واقع دری ندارن اینا میشن برای ساخت تراریوم های نیمه باز استفاده میشن البته میتونید توی این ظرف های درباز هم گهان گرم سیری رو بکارید ولی روش حالا سلفون بکشید یا یه درپوش خودتون بذارید یعنی مشکلی نداره که برای ساخت تراریوم ولی اینایی که دهان بسته هستن یا درپوش دارن رو تراریوم های بسته میگیم اونهایی که درپوش ندارن و دهانشون باز هست تراریوم های نیمه باز میگیم برای انتخاب ظرف میتونه ظرف کوچیک باشه تا ظرف بزرگ برای افرادی که مبتدی هستن پیشنهاد ما ظرف بزرگ و دهان باز هست که بتونن راحت تر در واقع قرار بدن گیاه رو و کاشت رو انجام بدن نکته مهم در مورد ظرف اینه که حتما باید قبل از استفاده شسته بشه با ماده شوینده تمیز بشه و خشک بشه یعنی ظرفتون باید آری از کسیفی باشه با مایه شوینده میشوریم که باکتری قار چیزی نباشه توی ظرف چون محیط تراریوم یک محیط بسته است مرتوب گرما داره بنابراین یه محیط مساعدی هست برای رشد قارچ و کپک و باکتری و غیره بنابراین ظرف باید از قبل استریل بشه تمیز بشه اینجا ما ظرفمون رو از قبل شستیم با دستمال خوش کردیم با من یک ظرف استریل میخوایم استفاده کنیم همه وسایلی که توی کاشت تراریوم استفاده میشه بهتره که از قبل استریل و ضد عفونی بشه از پایین اگر بخوایم یک تراریوم رو انجام بدیم از لایه زیرین شروع کنیم چون ظرف ما ظرف شیشه ای هست زهکش نداره که آبی که در واقع به تراریوم داده میشه به گیاه داده میشه از زیرش خارج بشه و بیرون بره بنابراین ما باید برای تراریومون یه زهکش ایجاد کنیم وسایل و ابزاری که برای زهکش نیاز داریم سنگریزه و زغال فعال هستش به سنگریزه ما میتونیم از پوکه معدنی هم برای لایه زهکش استفاده کنیم حالا اگر میخواین خیلی تراریومتون مشابه طبیعت باشه میتونید از پوکه معدنی استفاده کنید که رنگ قهوه‌ای داره اگر میخواید زیبایی داشته باشه در واقع تراریومتون چون لایه زیرین دیده میشه میتونید از سنگریزه های رنگی یا مختلف استفاده کنید بخش دیگه ای از لایه زهکش زغال فعال هست زغال یک ماده بوگیر هست اگه دقت کرده باشی توی مثلا یخچال ها کفش ها کیف ها توی کیسه های زغال میذارن برای اینکه این بو رو میتونه بوی بد رو بگیره توی تراریوم هم چون یک محیط بسته هست و ممکنه محل رشد قارش و کپک باشه و اون خود اون رطوبتی که داره بو بگیره ما از زغال فعال استفاده میکنیم که این بوی بد رو میگیره در ضمن خودش یک قابلیت ضد عفونی کننده داره و آب رو هم جذب میکنه یعنی باعث میشه رطوبت توی در واقع تراریوم بیشتر بمونه ما توی لایه زهکش پس سنگریزه داریم و زغال فعال اگر بخوایم درصدی بگیم سه چهارم لایه زهکش ما رو سنگریزه ها تشکیل میدن و یک چهارم رو زغال فعال تشکیل میدن که حالا میتونه به صورت پودری استفاده کنید میتونید به صورت گرانول استفاده کنید هر جور که خودتون علاقه من بودید خیلی متفاوت نیست و قطری که توی ظرف میگیره بین دو تا پنج سانتی هرچی ما ظرفمون بزرگتر باشه لایه زهکشمون باید بیشتر باشه هرچی ظرفمون کوچکتر باشه لایه زهکش کمتری نیاز داریم لایه بعدی لایه جدا کننده است یعنی بعد از زهکش ما لایه جدا کننده داریم این لایه جدا کننده میتونه توری باشه تنظیف باشه خزه باشه یا حتی جوراب نازک زنانه باشه که ما اینجا داریم کاری که این در واقع لایه جدا کننده میکنه بین بستر کش خاک و لایه زهکش قرار میگیره باعث میشه که وقتی آبیاری میکنیم اون مواد مدنی که توی خاک هست وارد لایه زهکش نشه یا اون زیبایی مثلا اینجا ما سنگ سفید داریم اون خاکی که آبیاری میشه نره پایین و اون رو زشت کنه پس یه لایه جدا کننده داریم که میتونه خزه باشه اگر دوست دارید خیلی طبیعی به نظر بیاد میتونید از خزه استفاده کنید میتونید از پشم شیشه استفاده کنید یا اینکه میگم از توری تنظیف و حتی اگر چیزی در دسترس ندارید میتونید از جوراب نازک زنانه استفاده کنید مواد بعدی که لازمه برای تراریوم استفاده بشه بستر یا همون خاک ما هستش برای تراریوم خاک های آماده وجود داره یعنی شما میتونید خاک آماده تراریوم را از بیرون تهیه کنید خاک بنفشه آفریقایی هم مناسب هست برای تراریوم اگر که شما گیاهی که میخواین کشت کنید ساکولنت یا کاکتوس هست بستر کشتتون باید خاک مناسب کاکتوس و ساکولنت باشه که در واقع این خاک های آماده وجود داره شما میتونید تهیه کنید اما اگر نه میخواید خودتون یک خاک خانگی درست کنید دستی درست کنید برای گیاهان گرم سیری و مرتوب میتونید یک چهارم پرلیت که همین دانه های سفیدی هست که توی خاک میبینید یک چهارم کوکوپیت که الیاف نارگیل هست یک چهارم خاک برگ علک شده و یک چهارم پیتماس استفاده کنید اینها رو ترکیب کنید میشه خاک مناسب تراریوم اگر که گیاهی که میخواین کشت کنید ساکولنت یا کاکتوس هست این نسبت رو باید به یک پنجم برسونید و یک پنجم شن به در واقع خاکتون بستر کشتتون اضافه کنید که برای ساکولنت و کاکتوس بستر کشتتون مناسب بشه مورد دیگه ای که برای بستر کشت مهم هست اینی که باید حتما ضد عفونی بشه ضد عفونی کردن خاک چطوره ما برای ضد عفونی کردن خاک دو روش داریم میتونیم از فر استفاده کنیم یا از ماتروفر. می میتونید این خاک رو توی سینی فر قرار بدید پخش کنید داخل فر قرار بدید در دمای 85 درجه به مدت 20 دقیقه و هر 5 دقیقه یک بار این خاک مرتوبی رو که توی فر قرار دادید زیر و کنید رو کنید با روش دیگهش استفاده از ماکروفر هست. میتونید که خاک رو داخل زیبکی بریزید، با اسپره مرتوبش کنید، داخل ماکروفر قرار بدید و به مدت 20 دقیقه در دمای همون 85 درجه. و خاک شما ضد عفونی میشه. اگر ضد عفونی خاک بیشتر به این علته که اگر علف هرز باشه بذر علف هرز داخلش باشه، اگر لارو یا قارچ و باکتری چیزی باشه اینطور با حرارت از بین میره چون گفتیم محیط تراریوم یک محیط مرتوب هست وگر و اگر رشد باکتری قارچ و حتی بذر در واقع مثلا علف هرز خیلی بیشتر هست بنابراین حتما باید خاک ضد عفونی میشه و اینجوری هم نیسته که شما الان خاک رو ریختید گیاهتون رو کشت کردید بعد بیایید مثلا اون خاک رو عوض کنید سخت میشه دیگه تراریومتون کلا به پس لازمه که حتما خاکتون رو از قبل ضد کنید بخش بعدی یا اون لایه رویی تراریوم ما گیاهانمون هستن که باز بسته به اون تراریومی که میخواین درست کنید تراریوم نیمه باز هست یا بسته یا میتونن متفاوت باشن معمولا تو تراریوم های نیمه باز ما ساکولنت ها و کاکتوس ها رو داریم اما تو تراریوم های بسته گیاهان رطوبت دوست و سایه دوست بیشتر استفاده میشه مثل فیتونیا، شامادورا و غیره. اینجا ما یه سری گیاه ها رو معرفی میکنیم که برای تراریوم های بسته یا نیمه بسته میتونه استفاده بشه. دقت کنید چون که تراریوم یک ظرف کوچیک هست ما گیاهی که انتخاب میکنیم باید رشدش کم باشه. یعنی خیلی رشد زیادی نداشته باشه. چون ما گیاهان کند رشد رو یعنی چون میخوایم تو این شیشه بمونه دیگه نمیخوایم که مثلا بزرگ بشه بیاد بیرون. بنابراین گیاهانی که رشدشون کم هست رو انتخاب میکنیم کند رشد باشن و مینیاتوری باشن مثلا برگ بیدی مینیاتوری ما برگ بیدی داریم برگبیدی مینیاتوری هم داریم اینها مثلا قشنگتر هست برای توی تراریوم ظریف تر هست یا پیله های نقرهی که ما الان اینجا هم داریم پیله ها و برگ بیدی مینیاتوری در واقع زهکش خوب میخوان یه نکته مهم در مورد خاک که بعد اینجا بهش بگیم اینه که حتما باید خاک زهکش خوب داشته باشه و گیاهی هم که انتخاب میکنید باید در واقع گیاهانی باشن که خاکی که نیاز دارن خاک متخلخل و زهکش دار باشه آب توشون جمع نشه ما توی خاک تراریوم هیچ وقت ماسه و رس نداریم چون اینها آب رو نگه میدارن ما خاکی میخوام یا بستری میخوام که آب ازش به راحتی عبور کنه و سنگین هم نباشه چون ظرف شیشه ای نمیتونیم خیلی سنگینش کنیم بنابراین برای همین اومدیم از پرلیت و در واقع کوکوپیت و اینها استفاده میکنیم پس خاک ما اون بستر کشتمون باید سبک باشه گیاهی هم که استفاده میکنیم باید گیاهانی باشن که زهکش خوب نیاز دارن مثل برگ بیدی و پیلا و چون که توی تراریوم یه فضای بسته هست و رطوبت بالاتره گیاهان رطوبت دوست معمولا استفاده میشن مثل همین برگ بیدی و پیلا گیاه دیگه ای که ما توی تراریوم میتونیم استفاده کنیم گیاه فیتونیاس که برگ رنگی داره انواع برگ رنگی رو میتونیم توی گیاه فیتونیا ببینیم نور متوسط داره ما اینجا هم داریم یه فیتونیا رو اینجا آوردیم این فیتونیاس که بخوایم کشت کنیم یه گیاه کندرشت نور متوسط نیاز داره رطوبت دوسته جای مرتوب بهتر زنده میمونه خاکش باید سبک بشه و ریشش هم سطحیه ما به گیاهانی نیاز داریم که ریشه های سطحی دارن گیاهانی که خیلی عمق ریشه ریشه میدن در واقع توی تراریوم نمیتونیم نگهداری کنیم مثل در واقع ساکلانت ها و کاکتوسها ها که خیلی استفاده میشن توی تراریوم به خاطر اینکه ریشه های خیلی سطحی دارن فیتونیا هم از جمله گیاهانی هستش که ریشه سطحی داره و ما میتونیم در واقع به راحتی توی تراریوم کشتش کنیم فیتونیا یک گیاه خیلی مناسب هست برای تازه کارها برای تراریوم های بسته و برای تراریوم های کوچیک گیاه دیگه ای که ما میتونیم برای تراریوم استفاده کنیم انواع پپرومیا ها هستن پپرومیا ها هشتا گونه دارن پپرومیای قاشقی، پپرومیای چروک، پپرومیا روسو، هندوانهی، قطره بارانی که انواع مختلفی داره این در واقع گیاه رونده داره برگهای تزئینی داره و گیاه مناسبی هستش برای تراریوم که هم افراد تازه کار خیلی راحت میتونن این گیاه رو کشت کنن و همین که توی تراریوم های بسته خوب قابلیت دوام داره این نوع گیاه گیاهان دیگه ای که میشه توی تراریوم کاشت یکیش گل سنگ هست که برگهای رنگی داره و خیلی تراریوم رو زیبا میکنه که اون هم رطوبت دوست هست و توی محیط های سایه خیلی راحت دووم میاره یا دیگه شامادورا هست البته شامادورا برای اینکه یک نوع نخل هست باید حتما تراریومتون یه ذره بزرگ باشه یا اگر که میخواین در واقع شامادورای کوچیک داشته باشید باید بذرش رو کشت کنید در واقع گیاه جوانه بزنه بعد اون رو انتقال بدید به تراریوم روش های انتقال گیاه به تراریوم یکی این که شما خودتون بذر اون گیاه رو کشت کنید که یک گیاه کوچیک داشته باشید که بتونید توی تراریوم انتقال بدید اینکه قلمه بزنید قلمه رو در واقع ریشه دار کنید توی آب بعد کشت کنید توی تراریوم یا از طریق تکثیر بوته مثلا پپرومیا ها از طریق تکثیر بوته تکثیر پیدا میکنن میشون خیلی راحت میتونید اونها رو انتقال بدید به تراریوم یا مثلا بنفشه آفریقایی هم از طریق تکثیر بوته هست شما دارای نقل زینتی هست اون هم خاک سبک دوست داره زهکش خوب بخواد و سایه دوسته و خیلی راحت اگر در واقع ظرف تراریام شما بزرگ باشه میتونید اون رو کشت کنید